کابل زیبا که پایتخت مملکت عزیز ما افغانستان است و دیرمی منطقه فکس برنامه رو در رو قرار داره. به افتخار اردو فامیلکف محکم بزنیم. خیلی ممنون شما. امشب 500,000 افغانی در مقابل دو فامیل قرار داره. اول میریم معرفی میشیم با فامیل امیری. به افتخارشان. سرتیم این فامیل فتانه جان است. فتانه جان سلام بر شما، شب بخیر، اعضای فامیل معرفی کنین. به نام یاد خدا سلام خدمت شما قاسم جان، تیم مقابل، حاضرین تالار و کسایی که از طریق تلویزیون تول ما را میبینه. فتانه امیری هستم، سرتیم خانواده امیری، خودم فارغ رشته یکی از طبی هستم، فعلا هم استاد هستم یکی از انستیتوهای شخصی. مقدس جان خواهرم است، فعلا استوموتولوژی میخوانم سال اولشان هستن. الهام جانم بچه کاکای ماست، سال اول فارمسی میخوانه. و صدف جان خواهرم است که صنف 2000 خلاص کرده و آماده کنکور میخوانه. نام خدا، خودتون استاد هستین دکتر؟ بله، شخصی. در کدام بخش؟ استاد هستم، استاد درس میتونم. انگلیسی یا دری؟ نه، در رشته که درس خوندیم پس شورده پنتون درس میتونم تیبی. نام خدا، سن سالتون نمیخوره با استاد پنتون؟ خلاص خود پنتونه که تمام کردیم، فعلا یک جای جذبم کردن استاد هستم. نام خدا، به افتخار خانم های دخترها کنشان افتخار هستن. میریم به طرف فامیل عیار. دیگه عیار هست انشالله. سلامت باشی ریالای عزیز، خوب هست انشالله، بخیر هست. اعضای فامیل میشه معرفی بکنید. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما قاسم جان، تیم مقابل، حاضرین در تالار و بینندگان تلویزیون تولو. شریالای عیار هستم، سرتیم خانواده عیار، محمد عارف عیار شوهر امیم هستن، کارمند لوجستیک وزارت دفاع ملی. الیاس جان پسر امیم هستن، فاروق هم 12 و معروف جان هم شوهر امیم هستن، شغل آزاد دارن. بشک به افتخار عارف جان کف بزنین، به افتخار وزارت دفاع که نیروهای اردوی ملی را خیلی بر ما کمک میکنن در همه جا. خیلی از شما ممنون. خب سوالی که از دو سرتیم میخواهیم پرسان بکنم، اول میخواهیم که این دو سرتیم تشریف برن، فتانه جان و شریالای، به افتخارشان کف بزنین. سوالی که از شما پرسان میشه، بین 100 نفر دوستا جواب گرفتیم ما، تعداد جوابایی که 100 نفر سرزو تاکید کردن فقط 7 میباشه. بس یک منطقه کابل را نام ببرید که در آن نام شخص ذکر شده باشد. بگوین وزیر اکبر خان. وزیر اکبر خان است. ببینیم وزیر اکبر خان یا وزیر محمد اکبر خان. یک منطقه کابل را نام ببرید که در آن نام شخص ذکر شده باشد. قلعه زمان خان. قلعه زمان خان. زمان خان. ببینیم است. شما امتیازتان بلند است، به طرف فامیل یک نگاه بکنید. فتانه جان بریم به افتخارشان که ببینیم اولین امتیاز را بردن به طرف خود. مقدس جان یک منطقه کابل را نام ببرید که در اون نام شخص ذکر شده باشد. قلعه فتح‌الله. قلعه فتح‌الله هست بچا؟ بله. کسی از قلعه فتح‌الله هست؟ بله. ببینیم قلعه فتح‌الله. الهام جان یک منطقه شهر کابل را نام بگیرید که در اون نام شخص ذکر شده باشد. چرای مسعود. چارایی مسعود هست؟ سوال بازم تکرار میکنم، یک منطقه کابل را نام ببرید که در آن نام شخص ذکر شده باشد. خوشحال خان. جان. خوشحال خان. در بین شما کسی نامش خوشحال است؟ بله. هستی؟ به شک. ببینیم خوشحال که از اونجا در اینجا خیز کنم میتونی یا نه؟ شما بینتون یک مشوره داشته باشین، یک دقت بازم بکنین. فتانه جان یک منطقه کابل را نام ببرید که در آن نام شخص ذکر شده باشد. تیمورشاهی. تیمورشاه. ببینیم هست تیمورشاهی؟ میایم به طرف فامیل عیار. یک منطقه کابل را نام ببرید معروف که در اون نام شخص ذکر شده باشد. یک دو سه چهار پنج. الیاس یک منطقه کابل را بگیرین که نامش را بگیرین که دیمراد خان. دیمراد خان. دیمراد خان. عارف جان قلعه فتح‌الله. شما بگوین شریالای. میرعباس خان. میرعباس خان. اگر که جواب غلط بود میرعباس خان، امتیاز ها میره به طرف فامیل امیری. از افتخار امیری. خوبش. خب بریم باز نشده جواب ها. کدام جواب ها بوده؟ شماره 7 با ما یک جای بخونین. باغ بابر شماره 6. دارلمان شماره 5. قلعه موسا شماره 2. بیبی مهرو شماره 1. پل محمود خان. پس به افتخار مقدس و عارف کف بزنین. سوال هایی که از شما عارف جان و مقدس جان میشه، این سوال هم از بین 100 نفر دوستا جواب گرفتیم ما. تعداد جواب های ازناک تاکید داشتن، بالایش فقط 6 بوده. یک نوع بیماری جلدی رو نام بگیریم. سرخکان. سرخکان هست؟ یک نوع بیماری جلدی رو نام بگی عارف.
یک چیچک میگنش چیچک خدا دور داشته باشه هست؟ یک نوع بیماری جلدی را نام بگیریم سالدانه هست؟ سالدانه یک نوع بیماری جلدی را نام دیگه عرب جان یک دو سه به طرف فامیل یک نگاه بکنین واگذار میکنین برین واگذار میکنن الیاس جان یک نوع بیماری جلدی را نام بگیرین یک دو سه چهار پنج نقل ندین دوستا معروف جان یک نوع بیماری جلدی را نام بگیرین پیس هست؟ پیس سیزده امتیاز چریالا یک نوع بیماری جلدی را نام بگیرین سالدانه هست؟ دوست رای گرفتن شما یک مشوره به اینتان داشته باشین عرب جان یک نوع بیماری جلدی را نام بگیرین یک دو سرطان سه سرطان سرطان در جلد برامده کدام وقت ما خود ندیدیم هست؟ بریم به او طرف صدف جان یک نوع بیماری جلدی را نام بگیرین جوانی دانه الهام جان پت با الهام موافق هستم پت شما فتانه جان موافق هستم با هم دوستای پت مبرانه مچ هست بفتخار فامیل ایار اکف محکم بزنین که جمله امتیازهای فامیل ایار 25 میشه و از اینا هم 31 بفتخار هر دو فامیل اکف محکم بزنین و آل میرین نبینیم که کدام جوابا باز نشده شماره 4 لکه های صورت شماره 3 جوانی دانه شماره 2 خشکی جلد شماره 1 ریزش مو به افتخارشان کف بزنین بازم خوب بود جوانی دانه شما درست بود و حال شما دوست عزیز فقط یک وقفه کوتاه را ببینیم امشب همچنان برنامه رو در رو است و 500 هزار افغانی در مقابل فامیل امیری و همچنان فامیل عیار گذاشته شده و آل الهام امرای الیاس میخواه سوالای سیوم جواب بدن به افتخار دو جوان خوب کف بزنیم سوالی که از شما پرسان میشه الهام جان عزیز این سوال بین 100 نفر دوستا جواب گرفتیم ما تعداد جوابایشان شده 6 موی را نام ببرین که شانه در خود موی کشال است بگوین موی کوتاه پس سر و بخوانم درست است بس از کفایت میکنه یک خوراکه را نام ببرید که نسبتاً چرب پخته می شود شروا هست؟ مردم افغانستان خوب شروا را خوش هم دارند در میمانی های شنام هست شروا یک خوراکه را نام ببرید که نسبتاً چرب پخته می شود قابلی هست؟ قابلی بلندترین پلاس 24 بریم شما بفرمایید الهام جان مرو جان یک نقل نتیم سرتی با مستی رقل میتی در وقتا با می رقم میکنی یک خوراکه را نام ببرید که بیشتر چرب پخته میشه زیادتر بانجان سیاه از برانی بانجان یک خوراکه را نام بگیر شیریالایی که نسبتا چرب پخته میشه چپس از یک خوراکه را نام بگیرین که زیادتر چرب پخته میشه دو پیازه از دو پیازه الیاس یک خوراکه را نام بگیرین که بیشتر چرب پخته میشه ماهی هست؟ شما با این طرق مشوره داشته باشین یک خوراکه را نام بگیرین که زیادتر چرب پخته میشه کوفته هست؟ فامیل امیری مشوره کردین؟ یک دقت بکنین خلاص صدف جان یک خوراکه را نام ببرید که نسبتاً چرب پخته میشود بولانی یک خوراکه را نام بگیر الیاس جان که نسبتاً چرب پخته میشود موافق هستم با صدف جان مقدس جان یک خوراکه را نام بگیرین با بولانی شما هم موافق هستین فتانه خودت سرتیم هستی فکر بکو سوال برات میخوانم یک خوراکه را نام ببرین که نسبتاً چرب پخته میشود بولانی هست بچا؟ بله ببینیم بفتخار فامیل ایار اکف محکم بزنین که جمله امتیازشان میشه پوره 67 بفتخارشان خوب بود
جوابایی که باز نشده شماره 6 کرایی، شماره 3 چاینکی. خب خیلی شما هنوز تشویش نکنین و شما هم چانس دارین و اینا هم چانس دارن. آل صدف امرای معروف بین سوال چهارم بخواین جواب بدن. سوالی که از شما پرسان میشه بین 100 نفر دوستای ما جواب گرفته شده، تعداد جوابای ما شده 3. موادی را نام ببرید که سوختاندن آن در بخاری هوا را آلوده میسازد. بفرمایین. بولونی اس. موادی را نام ببرین سوختاندن آن هوا را آلوده میسازد. پلاستیک اس. پلاستیک 33 امتیاز. به طرف فامیل یک نگاه بکنین. موادی را شیریالای نام بگیرین که سوختاندن آن در بخاری هوا را آلوده میکنه. زغال سنگ. زغال سنگ است. زغال سنگ بلندترین امتیاز. موادی را نام بگیرین عارف جان که سوختاندن از او هوا را آلوده میکنه. چرم. است. موادی را نام ببرید که سوختاندن آن در بخاری هوا را آلوده میسازد. تایر است. تایر. خوبه. بسیار مقبول، بسیار زیبا که امتیازهای شان میشد. 467 امتیاز. به افتخارشان یک کف محکم بزنیم. خب جوابا دیگه باقی نمانده و فعلا میخوایم تشکری بکنم از شرکت خالد لمر با تقدیم تلفن‌های پرایم که دو تلفن پرایم به فامیل عیار در قسمت برنامه و طور تحفه تقدیم میکنن. و شما شیریالای سرتیم هستین، میشه که بینتون جرامت داشته باشین که دو تلفن هست و شما هم 4 نفر. درست. تبریکتان باشه. و تصمیم بگیرین که کی میخواد در مرحله 500,000 بازی بکنه. از شما فتونه جان خیلی تشکر. دکتر خانم ها افتخار هستن. مقدم جان از شما هم تشکر. الهام جان از شما هم تشکر. صدف جان از شما هم بسیار زیاد تشکر. لطف کردین فتونه جان و صفت سرتیم اگر کدام پیامی داشته باشین از طریق طلوع کامرا در خدمتتون است. تشکر. اول در افغانستان یک سال سرتاسری در کشور میخوایم و دیگه اتحاد و اتفاق مردم افغانستان. بخیر باشین. شما مقدس جان کدام حرفی دارین؟ سال سرتاسری. الهام جان امی نفاق از بین افغان ها گم باشه، نمی کلا گپ است. بیشک کل افغانستان یا افغانستان باشه. صدف جان فقط سال. فقط سال. به افتخار از اینا کف بزنین. و شما کی میخواین در مرحله نهایی بازی بکنن؟ خودم امرای شورم حرف جان. بفرمایین. به افتخارشان. خب کی لیل از همه خواهیم موسیقی بشنوه و کی میخواهی که برای سوال ها مر جواب بتن؟ من میخواهیم برای موسیقی بشنم، آره بچون جواب بتن. خب شما موسیقی میخواهیم بشنوین؟ در زندگی شخصی تو رو موسیقی میشنوین؟ بله. چی کدام آهنگا کدام هنرمندا رو میشنوین؟ هر قسم باشم میشنم. خب بسیار خوب. شما علاقه ندارین آره جان دیگه؟ خب با چی علاقه دارین شما؟ هیچ بمی شوروا و قابلی میگه پا. خب بعد تقرا اینا یکم بزنین برین دیگه. شما را با اتاق موسیقی راهنمایی میکنن و شما دوست عزیز تا که اینا میرن موسیقی بشنون شما برین به یک وقفه کوتاه. خوش آمدین دوستان عزیز. بازم طلوع است و برنامه زیبای رو در رو است. متاسفانه فامیل امیری نتونستن امشب به مرحله فاینال را پیدا بکنن. از فامیل عیار سرتیمش میخواد که 5 سوال آخر جواب بده و 500,000 پوند از آن خود بکنن. عارف جان عزیز 5 سوال را که از خودتان پرسان میکنیم، 20 ثانیه برای شما زمان میتیم. سوالی را که شما نفهمیدین بر ما بگو تیر شو ما تیر میشم. اگر زمان شما باقی بود پس را دوباره پرسان میکنیم. و فعلا دوستم در اتاق موسیقی است و موسیقی میشنوه. آماده است انشالله؟ آماده است. و دقیقاً وقتی که سوال اول ما خلاص شد ثانیه های شما شروع میشه. آماده است انشالله؟ آماده است. معمولاً از آرد در کدام غذا استفاده میشود؟ بلانی. یک رنگی را نام ببرید که در آن حرف بی آمده باشد. بگذر. معمولاً در کدام مناسبت ها خانم ها به آرایشگاه میروند؟ عروسی. معمولاً کدام رنگ بیشتر در نگین انگشتر استفاده میشود؟ الماس. یک جایی را نام ببرید که همیشه برق داشته باشد. شهر کابل. به افتخارشان. ما پرسان کردم معمولا از آرد در کدام غذاها استفاده می شود و شما گفتین بولانی. ببینیم بولانی چند امتیاز داره. 21 امتیاز. سوال دوم قسمی بود که یک رنگی را نام ببرید که در آن حرف ب آمده باشد.
و شما گفتین؟ بگذر. بگذر و معرف بی آمده نی؟ دوی اولش کدام رنگ است من دیگه؟ ببینیم امتیاز بگذره؟ صفر؟ سوال سوم قسمی بود که معمولا در کدام مناسبت ها خانم ها با آرایشگاه ها می روند؟ و شما گفتین؟ عروسی. ببینیم عروسی در این قسمت امتیاز داره یا نه؟ بله، 29 امتیاز. حتی در سالگیره ها هم میگن به آرایشگاه می روند. معمولا در کدام رنگ بیشتر از معمولا کدام رنگ بیشتر در نگین انگشتر استفاده می شود؟ و شما گفتین؟ الماس. ببینیم الماس چند امتیاز داره؟ صفر امتیاز. ما گفتم یک جای را نام ببرید که همیشه باید برق داشته باشد. و شما گفتین؟ شهر کابل که 24 ساعت هم از برق ها دیگه خیر ببینم وزارت ها برق نیست از ما هست هلیکاین هم خودش برق است. ببینیم امتیاز شهره یا کابله؟ صفر امتیاز. خوب بود 21 و 29 به افتخارشان. خب عارف جان خوب خوب جواب دادین، بازم تشکر از این. بفرمایین دوستم شکر روان بکنین و حالا به افتخار اونا یک کف محکم شما بزنین. بین بین این طرف شیرالله عزیز سو سرتیم شما بدین، پیشتر من گفتم عارف است. خب شیرالله جان اونا تقریبا در حدود 50 امتیاز گرفتن که 1.5 امتیاز دیگر باید خودت از این 5 سوال پوره بکنی. کوشش میکنم. خواه موسیقی شنیدی؟ بله شنیدم. چی بود موسیقیشان؟ آهنگ فرادریا بود. کدام آهنگش بود؟ خلوت کن که خیالات تو آنجا بود. خواه خودت گفتی موسیقی هم دوست داری، بگی به این دوستا یک خسته رقم هم شدن، بگی یک زمزمه خوب برزم یا درست است. خلوت کن که خیالات تو آنجا ببرم، خلوت کن که خیالات تو آنجا ببرم، دیدم و دل را به تماشا ببرم. دست از زیاد مرا ولام تو غرق کردی، والا غرق کردی، غرق کردی. پنج سوال از شما پرسان میکنم، این خلوت هم تو را آنجا میبره و یک کنیم ست امتیاز از صورتی که پورا بکنی تو را آنجا میبره، پیش بانگ میبری تا 500,000 افغانی برد تسلیم میکنم. اگر جوابایی را که عارف خان داده بود این پنج سوال، اگر این جوابا را کدام دانش تکرار خودت میتی، اینی صدا را شما میشنوین. درست است؟ درست. آماده هستین؟ بله. معمولا از آرد در کدام غذا استفاده میشود؟ آن خشک. یک رنگی را نام ببرید که در آن حرف ب آمده باشد. بگذر. معمولا در کدام مناسبت ها خانم ها با آرایشگاه ها می روند؟ عروسی. شیرین خوری. معمولا کدام رنگ بیشتر در نگین انگشتر استفاده می شود؟ سبز. یک جایی را نام ببرید که همیشه باید برق داشته باشد. کابل. خانه. یک رنگی را نام ببرید که در آن حرف ب آمده باشد. خوب جواب دادی، آفرین. من سوال کردم معمولا از آرد در کدام غذاها استفاده می شود و شما گفتین نان خشک. ببینیم که نان خشک چند امتیاز داره. 13 امتیاز. بلندترین امتیاز از این آشک بود. من سوال کردم یک رنگی را نام ببرید که در آن حرف ب آمده باشد و شما گفتین بگذر. گفتین حرف ب آمده دیم. ببینیم امتیاز بگذره. صفر امتیاز که بلندترین امتیاز از این آبی بود. حرف بی آمده نی؟ من سوال کردم که هی معمولا در کدام مناسبت ها خانم ها با آرایشگاه ها عمله میکنن یا میروند و شما گفتین شیرینی خوری چند امتیاز داره؟ 20 امتیاز. بلندترین امتیازش هم عروسی بود، قبلا گفته شده بود. ما گفتم معمولا کدام رنگ بیشتر در نگین انگشتر استفاده می شود و شما گفتین سبز. ببینیم که سبز چند امتیاز داره. 22 امتیاز که بلندترین امتیازش رنگ سرخ بود. ما سوال کردیم یک جایی را نام ببرید که همیشه باید برق داشته باشد و شما گفتین خانه.
خانه شما برق داره دیگه حتما؟ حتما دیگه. هر روز هر دفعه باشه خود داره که نباشه نداره. آ به شکتون والا از ما والا 24 ساعت روشنی است. 5 5 تا گروپ 6 6 تا گروپ است. گروپ است مثلا شاور روز 24 ساعت. خود وزیر صاحب جای بر ما یک لاین کش کرده جنراتور مکدونالد تحفه داده. باز خود رئیس برشنا اومده گفته که وقتی شما برق نداشتین بگوین من بیتیام برتون روان میکنم. آ بسیار خدمت کرد. کل مردم هم رقم پلان گرفته. ببینیم چند امتیاز داره خانه. پورا 15 امتیاز. خوب بود. بسیار زیاد مقبول بود که مجموع امتیازهای شما 120 امتیاز شد. یعنی 80 امتیاز دیگه اگر که پورا میشد 500 هزار افغانی میامد. بازم خیلی تشکر و بلندترین امتیاز از این میام شفاخانه بود. یا شفاخانه بود. درست است. درست است که در اوجه باید باشه. در خانه ما و شما که نیست در شفاخانه هم حتما نمی باشه دیگه. بخیر باشین. تبریکتون باشه. موفق باشین جنراتور هم تبریکتون جنراتور بخرین برین. وقت خوب خوشبخت خوش نکرد محکم بزنین. این بود برنامه رو در روی امشب. خدا کنه از برنامه خوشتان آمده باشه لذت برده باشین. اگر شما برنامه را تماشا نکرده این و یا خارج از کشور هستین شما میتونین به چینل یوتیوب رو در رو مراجعه بکنین. فقط برنامه نو ما را میتونین که تماشا بکنین و کامنت های مثبت و خوب بانین و همچنان کسای فامیلایی که در افغانستان هستن میخوان در برنامه اشتراک بکنن به 4 5 6 زنگ بزنن شماره 6 افشار بدن باز دور افشار بدن باز دور افشار بدن بعد از صدای بیپ میتونین که نام خود و 4 نفر اعضای فامیلتون بگیرین. تشکر دوستا از شما. همچنان این بود برنامه امشب. خدا کنه که لذت برده باشین. شب خوب و خوش افغانستان. گود نایت کابل. برای دیدن برنامه قبلی با اینجا را کلیک کنید. برای دیدن برنامه بعدی ما اینجا را کلیک کنید. و همچنان اگر میخواهید سابسکرایب کنین این قسمت را سابسکرایب کنین. اگر برنامه تلویزیون طلوع شما را خوشتان میاد لطفا در کامنت با ما در جریان بگذارید.